بار الها، دستانم را در دستان تو می گذارم و پاس تمام داده ها و نداده هایت که داده هایت از سر لطف و نداده هایت از سر عطوفت و حکمت است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام در خدمت شما همراهان همیشگی و مهربان برنامه روی خط زندگی. خیلی خوش آمدیم به برنامه امروزی. انشاءالله که طاعات و عباداتتان قبول درگاه حضرت دوست قرار گرفته باشم و امیدوار هستیم که تنتان سالم و وجودتان بیبلا باشه و در کنار اعضای خانوادتان احساس خوشبختی داشته باشین. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم در 11 ماه مبارک رمضان و در 6 جوزا. امیدوار هستم که برنامه مفید را تا پایان برنامه داشته باشیم. خوش آمدین بیننده عزیز. عصر زیبای شما بزرگواران بخیر باشه. انشالله که حال دلتان خوب باشه و همچنان شاد و سر حال تا پایان برنامه رو همراهی بکنید. امروز موضوعی که انتخاب کردیم بحث نقش مادر در تربیت دینی کودک هست و دعوت کردیم از سرکار خانم کاظمی، کارشناس امور دینی. چنانچه که در برنامه قبلی اشاره کردیم، کودکان در واقع الگوپذیران قوی هستند. خیلی به خوبی میتونن که از اطرافیان خودشان الگو بگیرن و در واقع اطرافیان خیلی نقش مهمی در بحث تربیت کودکان داره. از جمله ای اطرافیانی که وجود داره، مادر خیلی نقش بزرگ و بسزایی داره، چون که از زمانی که کودک تولد میشه در دامانه مادر پرورش مییابه و تا زمانهای طولانی باز هم این مادر هست که در واقع کودک خودش در کنار خودش تربیت میکنه و در کنار خودش از اون نگهداری میکنه. امروز دعوت کردیم از سرکار خانم کاظمی و انشالله در خصوص این موضوع بیشتر با ایشان صحبت میکنیم. علی سلام در خدمت شما خانم کاظمی عزیز، خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. ما مرزاده و سلام دارم خدمت شما و همترام کاران خوبتان که زحمت میکشن و همتر بیننده های خوب تلویزیون تمدن به خصوص برنامه روی خط زندگی. زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه دعوت پذیرفتین سرکار خانم کاظمی عزیز. منم سپاسگزارم. برای شما آرزوی موفقیت داریم. تشکر. و در ابتدا می‌خوایم در مورد صحبت بکنیم که از دید شما مادر چه نقشی در تربیت کودک می‌تونه داشته باشه. اگر بخوایم که بسا نقش مادر رو بیان کنیم، این نقش به دو مرحله تقسیم میشه. بعض وقتا ما فکر میکنیم مادر از زمانی که طفل به دنیا آمد و طفل در آغوش گرفت آغاز نقشش است، که بعضی های ما باز فکر میکنیم میگیم نه دیگه، او خو انوز خورده است، زیاد توجه نیست، فقط شیرش بده، یک گوشه خوش بده، تر خشکش کو، خلاص تا کلان شوه، هرچی میتونی غذای قوی تر بده و هیچ دیگه به وظیفت رسیدی. در حالی که نه، از دیدگاه اخلاقی و روانشناسی اگر بخوایم به اصطلاح نقش مادر را در تربیت فرزند به اصطلاح بررسی بکنیم، در تربیت دینی به خصوص به دو مرحله کلی تقسیم میشه. یک مرحله قبل از تولد، یک مرحله در دوران تولد هست. که اگر باز کمی دقت تر کنیم به قبل از تولد، که باز به همون انتخاب همسر رو یک مرحلهش به انتخاب همسر، یعنی حتی 20 سال قبل از تولد برمیگرده یا 18 سال یا بیشتر قبل از تولد، شاید سوال بر ذهن بیننده های ما ایجاد شود که چطور قبل از تولد 20 سال قبل پدر و مادری که میخواید پدر و مادر ای فرزند شود، یعنی همو دختر و بچه ای که میخواید پدر و مادر ای فرزند شود، پس بستگی داره. آقا هم باید بدانه چگونه خانم انتخاب بکنه، خانم هم باید بدونه چگونه همسر انتخاب بکنه که پدر آینده فرزندایش باشه. پس لذا برمیگرده به همون تربیت اولیه که ای پدر و مادر یا همی بچه و دختر در خانواده‌ای که تربیت شده، حالا این خانواده اصول داشته یا نداشته، پایبند دین بوده یا نبوده. بله. پس اگر میخوای واقعا فرزند خود را از نظر دینی تربیت درستی کنه، باید در انتخاب همسر دقت خاصی را داشته باشه. که حالا ما نمیخوایم انتخاب همسر بگوییم، چه بچه چه دختر، باید آقا توجه داشته باشه خانم را که برای مادری برای فرزند خود انتخاب میکنه چگونه.
ایمان، تدین، اخلاق، رفتار و اصول. و خانم هم باید دقت داشته باشن پدری را که برای خود شوهر انتخاب میکنه و برای آینده فرزندان خود به عنوان پدر انتخاب میکنه، پس باید دقت داشته باشن آیا این آقا با کدام اصول پرورش شده باشه، با کدام اصول تربیت شده باشه، در کدام خانواده بزرگ شده باشه، آیا ایمان، تدین، اخلاق، رفتار و نسبت پایبند بودن به اعتقادات دینی، نسبت پایبند بودن به اصولات و روش‌های اسلامی آیا توجه داره یا نداره. اگر توجه داره، بنیانگذاری بعدی روش‌ها و تربیت‌های دینی را پایه‌گذاری کرده. اگر نه که خدای نخواستن به اینها پایبند نیست و خانم طبق اصول خودش، طبق ذوق و سلیقه همسر انتخاب کرده، پس بدانه که بنیادهای بعدی را مستحکم نکرده، سست کرده. و در این میشه قبل از تولد. و یک قسمت را هم داریم که قسمت دوم قبل تولد دوران بارداری است که مادر باید حساس، توجه و دقت خاصی را تأخذ کنه برای خود، توجه داشته باشه که این اتخاذی را که برای خود گرفته از نظر اخلاق، رفتار و تلاش ها آیا چگونه اتخاذی است؟ آیا فقط توجه داره که به حساب غذای قوی بخورم تا طفلش درست تغذیه شود؟ یا آیا توجه داره فقط در جایی باشه که آواز موسیقی باشه، صداهای خوش را بشنوه که به قول امروزی میگه اگه مادر هرچی خوشحال باشه فرزند از او اخلاق را میگیره. اما نه هر خوشحالی هایی، نه هر آواز هایی، چون ما آواز تا آواز هایی داریم. اطرافی های زن باردار باید دقت های خاصی را داشته باشن که فرزندی که در بطن این مادر رشد میکنه 9 ماه را و این فرزند متولد میشه آیا با کدام خصوصیات اخلاقی متولد شوه؟ آیا با کدام ویژگی ها متولد شوه؟ آیا مادر چه نقش هایی را داره؟ اینا تماما برمیگرده به خصوصیات و نقش مادر در تربیت دینی فرزند. مادر میتونه که در دورانی که فرزند در بطنش است 24 ساعت موسیقی گوش کنه، پس بدونه که نهال اول رو خودش کج نهاده. این نهال که بعد بزرگ شد به شاخه های قوی تبدیل شد، دیگه وقت نمیتونه که این نهال رو راستش کنه. یا مادر همیشه به حجاب باشه، به حلال و حرام توجه نداشته باشه، به اعتقادات دینی توجه نداشته باشه، زورگویی ها در خانه باشه، تفاوت های اخلاقی و رفتاری وجود داشته باشه، پس بدونه که اینا تماما تاثیرگذار است روی جنین. و فکر نکنه که طفل که در رحم داره، طفل نه دیگه چیز را نمیفهمه و درکم نمیکنه. پایه های زندگی و تربیت دینی از همین دوران بطن آغاز میشن. مادر پس باید دقت خاصی را داشته باشن. به مرحله دوم تربیت اگر برگردیم، دوران ولادت هست. از ولادت تا دورانی که طفل را اگر بنابر روایت از رسول اکرم صلوات الله و ائمه معصومین داشته باشیم که این دوران به 3 دوره تقسیم میشه، 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم. حالا شاید سوال باشه که چرا بعدیایش نگفتن، چون بعد دیگه وقتی 7 سال سوم تمام میشه بچه یا دختری که هست دوران بعدی ازدواج و نوع پرورش خودشون آغاز میشه که نسل بعدی را اینا تربیت میکنن و سن بالایی به وجود میاید. پس اگر باز در دوران بعد تولد دقت کنیم، خود حتی چقدر جالب است از نظر روایات و از نظر به اصطلاح روانشناسی، حتی اون لحظات رو که مادر درد را متحمل میشه، بعض مادرها فریادهای بیجا، این فریادها روی اون ولادت طفل تاثیر به سزایی داره. چه بسا که مادر اگر میخواهد که تربیت دینی را، یعنی مرحله قبل از تولد را به اکمال برسانه، باید با ذکر و آیات قرآن، با تبسم، با آرامش و با متانت کامل دوران درد را متحمل شود. چون اگر فریاد بزنه هم همون درد ولادت هست، اگر آرامش داشته باشه هم. پس لذا حرکات مادر، ذکر مادر، تلفظ مادر، اینا کامل روی تاثیراتی که فرزند در هنگامی که میخواهی ولادت شود
یعنی به دنیا بیایه خیلی تاثیر و سزایی داره و اولین گام هایی است که ما قبل از بعد از انتخاب همسر و اعتقادات و دوران نه ماه دوران بارداری اولین نکات است که به اصطلاح تولد دنیوی با اون رحم بستگی داره که باید مادر دقت داشته باشن، بله. پدر هم باید دقت داشته باشن، در اون لحظه توجه خاصی به همسر خود بکنه و مادر باید دقت داشته باشه، توجه به حرکات و رفتارها و گفتارهای خود داشته باشه که اگر این توجه صورت نگیره مشکلات بعدی به وجود میاد. بسیار خوب. یعنی از مجموعه صحبتتون قسم پیداست که این پدرها و مادرها هستن که قبل از ازدواج تعیین میکنن، تصمیم میگیرن که فرزندشون چگونه تربیت پیدا بکنه. بله بله. بسیار خوب. بحثی که امروز داریم خانم کاظمی عزیز خصوصا در خصوص تربیت دینی هست. از نظر شما تربیت دینی رو چه قسمی تعریف میکنین و آیا اینکه برای تربیت دینی کودکان مثلا مراحل رو در نظر بگیریم با توجه که شما تقسیم کردین به سه دوره 7 ساله. 7 ساله. از این نظر تقسیم بندی آیا برای تربیت دینی مراحلی میشه در نظر گرفت؟ بله مراحل داره. اگر ما کمی دقت داشته باشیم کلن مراحل تربیت دینی رو به 5 مرحله تقسیم میکنن که شاید بعضی های ما اصلا توجه بهش نداشته باشیم، بگیم خب کودک از حالا به دنیا آمده و به حساب پرورش هم میافه، این چیز زیادی مهم نیست. مرحله اول انس دینی است که پدر و مادرها به خصوص مادر اگر دقت کنند که اولین انس دینی با همون اذکار، همون آیات را که مادر در هنگام تولد فرزند خود با اینکه دوران سختی را میگذران اما دوری از خدا را برای خود یک چیز بعید میدانه، همیشه سعی میکنه خود به خداوند نزدیک بدانه با همون ذکر گفتن و یا آیات خواندن و یا دعا خواندن. انس دینی است. این انس دینی تصاویر بسیار روشنی را در ذهن کودک ایجاد میکنه، هم در قسمتی که تازه متولد شده با همون اذان اقامه. ما فکر نکنیم بله. کودکی را که در آغوش گرفتیم یک کودکیست، یک جسمیست در آغوش ما که بدون درک و فهم، در حالی که اون قابل درک و فهم است، هم میفهمه هم درک داره به همون حد توان کودکی خودش. پس اولین مرحله انس دینی اذان و اقامه است. وقتی میگیم انس دینی از همون مرحله تولد آغاز میشه دیگه، که من در قسمت قبلی هم توضیحات دارم خدمتتان، کم کم به حساب 3 ماهگی، 4 ماهگی، 5 ماهگی تا به خصوص دورانی که یک کمی کودک راه رو میشه و به اصطلاح داره عکس العمل مادر را کامل میگیره، در این قسمت تصاویری که مادر ارائه میده برای فرزند خود از رفتارهای خود، این تصاویر جایگزین میشه در ذهن کودک که اگر تصاویر دینی بود جای خود کامل میگیره و اگر خدای نخواسته تصاویر لهو و لعب بود هم جای خود را میگیره. پس دقت کنه به خصوص زمانی که مادر نماز میخونه، ما از نظر روایات ائمه معصومین ما دارن که داریم در روایاتی که میگه در زمانی که مادر به عبادت میپردازه سعی کنه کودک را نزدیک خود بگذاره، یعنی کودک نزدیکش باشه. دلیلش چیست؟ ما از نظر روانشناسی هم داریم که وقتی که رفتارهای مادر را کودک میخواد بگیره اون رفتارهای قوی را میگیره که نزدیک به مادر باشه. لذا در روایات هم داریم که میگه میخوای وقتی عبادتت هست فرزند را به خودت نزدیک کن، بسیار نزدیک خود بخوابانش که تصاویر را راحت بگیره، و یا اگر کودک راه روی هست سعی کن که بسیار با اون لحظه در جایی که نماز بخوان که او همون جای رفت آمد داره. چرا؟ خود رکوها، خود سجود، خود برخواستنها، خود نشستنها، خود ذکر که مادر داره میخونه با اینکه آهسته میخونه، اما خود این تصاویر ذهن کودک را متغیر میسازه و خیلی که از نظر روانشناسی هم به این حالت میگه حالت شروطی، یعنی شرطی کردن به اصطلاح رفتارها. چون ما داریم نماز میخونیم به کودک ما میاموزیم که این یک الگوی دینی هست، چون او را داریم میخواییم که انس بتیم، محبتش زیاد کنیم با این دوره.
مرحله دوم عادت دینی است. ما اونس میتیم اما به عادت که میرسیم سوس عنصر میشیم. باید دقت داشته باشیم. عادت دینی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی را که بایش کودک راه پیدا کرده، یاد به اصطلاح کمی یاد گرفته، حالا به اون عادت کنه. یعنی همون را تکرار کنه. لذا اگر ما دو سه روزی که در جایی که کودک ما از نماز را میخوانیم، بلافاصله میبینیم که وعده بعدی که رفتیم جای نماز عوار کنیم، حتی جای خانم اگر تغییر بدیم، کودک میای به سراغ ما. زبان داشته باشه میگه نماز میخوانی، اگرم نداشته باشه بالاخره با همون راستو کش کردن خود شاید گاهی وقتی اصلا پشت به قبله ایستاد شوه. ولی به ما میگه که یعنی ما داریم کار شما رو چی؟ تکرار میکنم. در روایتی از امام علی علیه السلام داریم که از ایشان روایت کردن، حضرت فرمود که عادت دینی عادت طبیعت بشر هست. یعنی بشر این عادت را داره. اگر که مادرها دقت کنن این عادت را قوی تر میکنن و پرورشش میدن. قسمت سوم معرفت دینی است. چرا نیامد اول معرفت دینی را نگو؟ خب اول میگه باید دین را بشناسه، چون توان کودک نیست که دین را بشناسه. اول میگه اونسش بده با دین، بعد حالا این اونس را به صورت عادت بیارش. حالا که به صورت عادت آمده است، سن کودک که کلانتر شده یک کمی به اصطلاح به بزرگتر شدن میره، حالا بیا معرفت کن، دین را با او بشناسان. دینی نیست که ما به کودک بگیم که اعتقاد چیست، خدا چیست، پیغمبر چیست. نه، این از ذهن او خارج است، از توان او خارج است. ما دین را بیاییم به صورتی که اعمال خود را انجام میتیم، برای کودک سوال ایجاد میشه. چرا نماز میخوانی؟ چرا قرآن میخوانی؟ چرا سلام میکنیم؟ این چراها ذهن کودک را به خود مصروف میسازه. که این چراها ما اگر دقت کنیم از دوران 7 سالگی به بعد بیشتر میشه. یعنی در دوران 3 سالگی تا 7 سالگی کمتر که به اون صورت عادت دینی میپردازن، از 7 سالگی به بعد ای داره برای خود سوال ایجاد میکنه، به خصوص تا دوران 12 الی 16 سالگی که دوران نوجوانی است. چراهای قوی تر. چرا خدا ما رو آفریده؟ چرا ما اصلا عبادت میکنیم؟ چرا اصلا نماز رو به این صورت میخونیم؟ میتونیم کل نماز رو یک دفعه بخونیم؟ این سوالی است که ذهن نوجوانای ما رو به خود مصروف میسازن. مادر باید دقت داشته باشه که بتونه به این سوالها پاسخ مثبتی بده، نه اینکه خدای نخواسته پاسخ منفی بده. چون اگر مادر اطلاعات دینی نداشته باشه، نمیتونه بود دینی را و معرفت شناسی را برای کودک خود به تکامل برسانه. پس باید دقت کنه که این قسمت چون معرفت دینی هست، تلاش و کوشش خود را بیشتر کنه. خانم کاظمی عزیز، این قسمت معرفت دینی، خب در جامعه هستیم، حضور داریم، احساس میکنیم که متاسفانه اکثر بانوان جامعه ما این توانایی و این آگاهی را ندارن که اون معرفتی که نسبت به دین باید وجود داشته باشه را به فرزندان خودشون منتقل بکنه. این خلل را چه قسمی میتونن پر بکنن؟ والدین یا مادر عزیز چه قسمی میتونن که پاسخگوی پرسش‌های فرزند خودش باشه، به صورتی که اونها رو دلزده نکنه از بحث آموزه‌های دینی؟ ببینید، دو راه ساده. اولین راه، خب اگر خودش توان علمی داره، مطالعه. بیای شیوه ها رو مطالعه بکنه، الگوها رو مطالعه بکنه و به اصطلاح از طریق داستانگویی، قصه گویی، اینا رو راحت و آسوده میتونه به کودک خود منتقل بکنه. از همون دورانی که به اصطلاح 5 سال 4 سال به بالا میشه تا دورانی که 16 سالگی برسه. و قسمت دوم، اگر مادر بی سواد است. الان الحمدلله تلویزیون ها، بیشتر تلویزیون ها به خصوص تمدن، خب دیگه فهو المراد، برنامه های خوبی تربیتی داره. بعضی تلویزیون های دیگه هم برنامه های تربیتی خوبی داره. مادر وقت خود صرف قصه های بی جا نسازه که با هم دوستان بشینه تو چی کار کردی، ما چی کار، شوهر تو چی رقم شهر. اینا قصه های بی جایی است که اختلافات رو در خانه زیاد میکنه. بشینه برنامه ها رو توجه بکنه، درس روانشناسی ها رو گوش کنه،
اخلاقی را گوش کنن، تربیت فرزند را یاد بگیرن، الگوگیری‌های کامل داشته باشن و به علاوه از تجربیات بسیار بزرگترهای خودم استفاده بکنم، مثل تجربیات مادر، تجربیات خوشو، تجربیات دوستایی که بسیار باشون ارتباط داره، سنشون از خودش بزرگتر است، از تجربیات اونا استفاده میکنن و میتونن راحت این خلأ را پر بکنن، به شرطی که مادر حوصله مند باشه. اما اگه حوصله مند نباشه، مگه خیر گمش کو باز خودش کلان شد یاد میگیره، در حالی که او هم کلان میشه یاد نمیگیره و مشکلات بعدی را به وجود میاره. بله. قسمت پنجم میگه عمل با آموخته های دینی. چقدر جالب است. اول میگه اونس بته، عادت بته، معرفت شناسی، حالا عمل کن. عمل با آموخته های دینی این دیگه مرحله بسیار یک کمی سنگین تر است. مادر اگه نماز خود اول وقت نخونه چی به بار میآید؟ کودک به نماز اول وقت عمل نمیکنه. اگر مادر پرخاشگری بکنه، زود بخی نماز تا بخون، چرا نماز نمیخونی، بیدین شدی، بازم مشکلات بعدی بود. پس باید دقت کنه مادر آنچه که آموخته میخواد کودکش عمل کنه، خودش اول عمل کنه، یعنی معرفت شناسی خود را قوی بسازه تا بتونه عمل با آموخته های دینی خود را نسبت به فرزند خود قوی کنه و فرزند خود را به این را پرورش کامل بده. کودک مادر اگر به حجاب باشه، جوان به حجاب بار میآید. دخترا، مادر اگر اصول اذن گرفتن و تخت تخت زدن را یاد نگیره، نوجوان یاد نمیگیره دیگه. مادر و پدر شیشتن، نوجوان چی بچه و چی دختر طلب به دروازه رو باز میکنه، داخل میشه و مادرم با جیغ میزنه چرا داخل شدی؟ چرا در خب عزیزم وقتی خودت این کار یاد نداری چطور کودکت یاد بگیره؟ وقتی خودت در خانه اصلا احترام پدر را نداری چطور به اصطلاح کودکت احترام پدر را یاد بگیره؟ خودت سلام نمیکنی چطور سلام کردن را یاد بگیره؟ خودت آداب معاشرت را یاد نداری چطور کودکت به آداب معاشرت را یاد بگیره؟ چطور نوجوانت آداب معاشرت؟ خودت وقتی نوجوانت را یاد میدی برو بی فلانی چی میگه بیا دما بگو، چطور او یاد بگیره؟ خودت مرحله رو داری آغاز میکنی برایش. پس هم آموختن هم عمل کردن، تعلیم و تعلم. مادر معلم خوبی است. و مرحله پنجم خودجوشی دینی است که این مرحله به صورتی که چهار مرحله اول خوب کار بفتن، جا بفتن، فرزند به اون عمل کنه، مادر به اون عمل کنه، اطرافیا به اون عمل کنه، حالا به این مرحله میشه که دیگه کودک نیاز نداره بهش بگی برو نماز اول وقت بخوان، خودش تا صدای اذان رو بشنوه آماده میشه، وضو میگیره، حتی گاهی وقتایی حتی نیاز به شنیدن اذان هم نداره، پیش از اذان آماده میشه، یعنی خود آماده میکنه که بره. حتی دختره که بسیار در خانه کمک مادر میکنه، سعی میکنه که دیگه خود کار خود طور قرار بده که به نمازش صدمه نزنه. میخوای بیرون بره دیگه مادر نیاز نداره بهش بگه که دخترم اجابت رعایت کن، خودش اگه در خانه به اصلا لباس نامناسب پوشیده بود، لباس مخصوص خانه بود، سعی میکنه وقتی بیرون میره خود آراسته کنه، یعنی لباس مناسب خود رو بپوشم، آماده باشه که بیرون بره. بله. حتی اگر در خانه بعضی نوجوانا جوانا دوست دارن آرایش کنن خودشان، در خانه برای مادر ترتمیز و مرتب باشن، دیگه وقتی بیرون میره سعی میکنه آرایش را پاک کنه. اینجا نیاز نداره مادر ریش بگه که برو دخترم آرایش را پاک کن، برو لبسیدن تا پاک کن، برو سرمه تا پاک کن، بیرون میری عطر بویدار زیاد نزن. نه، خودش این را یاد داره، یعنی حتی گهگاهی یادآور به مادر هم میشه. چرا؟ چون چهار مرحله قبلی مادر خوب زحمت کشیده، به این مرحله رسیده، حالا این مرحله دیگه به اصطلاح مثل از این میمونه که شما نهال را خوب رشدش دادی، حالا تبدیل به درخت شده، باید ثمرش را ببینید، آماده چیدن میوه ها باشید. اگر مادر در چهار مرحله قبلی خوب تلاش بکنم، حالا یک بچه با تربیت دینی خوبی به جامعه ارائه میده، یک دختر با تربیت دینی خوبی به جامعه ارائه میده که یک جوان داره به سوی تکامل شدن پیش میره. دیگه اینطور نیست که این مادر بگه که فلانی نماز تا خواندی یا نخواندی، فلانی این مال نخور حرام است، فلانی این کار نکو بد است، فلانی گپ بی خود نزن. نه، حالا حتی اگر مادرم گهگاهی اشتباهاتی داشته باشم، جوانش به نحو گاهی مستقیم و گاهی غیر مستقیم یک تذکراتی به مادر
میده که اینی جاها کار اشتباه هست. مثلا بالفرض نمونه تن رفتارهای بین خانواده ها به وجود میاید. اگر به اصطلاح مادر بخواهی پرخاشگری بکنه، کودک بلافاصله میگه مادر رها کن، پرخاشگری نکن، کار خوبی نیست. یعنی در واقع مجموعه این مراحل کمک میکنه که بحث تربیت دینی آسان‌تر شود. آسان‌تر و تحکیم خانواده و عقاید. بسیار خوب. اولین راهکار باید مادرها توجه داشته باشن که در قسمت تربیت دینی یا پرورش کودکان یا نوجوانان فرق نمی کنه، از صبر و حوصله کار بگیرن. چون اگر صبر و حوصله نباشه ما موفق به کار خود نمیشیم. بله. چطور وقتی غذا پخته میکنیم به خاطر که قلمقال شوارو نبره یک ساعت پلیدیک میشینیم که باش نسازه و خوشمزه شوه و حوصله مندی، یا چطور وقتی دکروشن خانه رو آلش میکنیم پاکاری ها رو بسیار با حوصله میکنیم که باش که اگر دوستا آمدن به اصطلاح از اونا کم نیاییم. اما چیزی را که مهم است در زندگی های بعدی اجتماع رو پرورش میتن به اون توجه نداریم که اون تربیت دینی فرزندان ما هست، داریم استحکام خانواده، تحکیم ایمان و عقاید را میخوایم بناهای خانواده را مستحکم کنیم اما توجه نداریم. حتی گاهی وقتی اگر فرزندان از ما سوالات میکنن با بی‌حوصلگی جوابش میتیم، به خصوص حال که ماه رمضان است که بر بچه حوصله ندارم کمش که یک دقیقه بان مرا که سر ما بانم خوشم. بله. در حالی که او برایش او سوال در ذهن از او است، شاید نیم ساعت بعدم باز بیام او سوال رو بکنه از ما. اما اگر 3 دقیقه زیادم نه 2 دقیقه وقت خود صرف فرزند خود برامو سوالش بکنیم، صبر داشته باشیم و 2 تا فایده میبریم. یکی که او دیگه بر نمیگرده از ما سوال کنه، به سوال خود میرسه. و یکی فایده که مهمترین فایده است، تا نیستیم فرزند را از او ابهام که در ذهنش بود خارج کنیم و به سوی یک راهی که روشنایی هست هدایت بدیم. و در مرحله دوم پرهیز از خشونت. زمانی که حضرت موسی میخواست بره به سوی فرعون هدایت کنه، به پروردگار گفت که فرعون کسی است که داره میگه انا رب کم الاعلا، من خدای بزرگ شما هستم، خدای بلند مرتبه شما هستم. گفت موسی برو هدایتش کن اما با زبان لین، نرم سخن بگو. چرا؟ موسی گفت پروردگار او داره میگه من خداستم اما شما داری میگین. گفت نه، اگر نرم سخن گفتی همون قلب فرعون رو هم نرم میکنی. لذا ما آیات دیگری هم داریم در قرآن که میگه وقتی میخواین از نحوه تربیتی استفاده بکنین آرام گپ بزنین. بله. نرم خوب باشین. لذا خداوند به پیغمبر گفت که اگر علت نرم خویی تو نمی بود مردم به سوی تو روی نمی آوردن، علت عطوفت و مهربانی تو نمی بود مردم به سوی تو روی نمی آوردن، پس با مردم هرچی می تونی مدارا کن. پس باید ما باید یاد بگیریم دیگه، مادر هم باید به فرزندان مدارا کنه. گهگاهی فرزندان میشه همون فرعونیان گذشته. چرا؟ چون طغیان اخلاقی است، طغیان رفتاری است. حالا درست فرزند میگه من خدای تستم اما رفتارهای زشتی داره که شاید به همون مصابه توجه شود. پس باید مادر نرم خوب باشه در زمانش که نیاز است یک کمی خشونت، در زمانش که نیاز خود آرام بگیره. چرا؟ چون اگر آموزش همگام با لطافت و مهربانی باشه اون آموزش هیچگاه از سخن از ذهن کودک خارج نمیشه. لذا سفارش خوبی است به معلمینی که اصول صنفی درس میتن از صنف اول تا سوم، به معلمینی که از صنف 3 تا 6 درس دارن، از 6 تا 12 درس دارن، تا 9 درس دارن. این تا 9 خیلی حساس است. باید بسیار مدیران توجه داشته باشن که معلمای خوش اخلاق و نرم خو را گزینش کنن.
توانایی علمی خوبی داشته باشن، لذا باید مادر مدارا داشته باشن. در قسمت سوم، آنچه را که میگویه خود عمل کنه. گفتار ما برای دیگران نباشه. اگر ما به کودک میگیم دروغ نگو، پس خود ما هم باید دروغ نگیم. به کودک میگیم که خوب نیست بی اجازه مال دیگران را دست بزنی. اما اگه ما وقتی یک ورق کاغذ کار داریم، زود میریم کتابچه‌ش رو میگیریم، جر پاره میکنیم و این ورق کاغذ را میگیریم. قلم کار داریم، میریم سر بیک شواز میکنیم، قلم میگیریم. چطور نسبت به ما میشه؟ بیک ما نیاز به اجازه داره، اما بیک کودک ما نیاز به اجازه نداره؟ داره. چطور ما به کودک خود یاد میتیم که وقتی میای داخل اتاق شوی دروازه را بزن، اما وقتی ما چرا داخل اتاق کودک خود میشیم دروازه را باز میکنیم میدرایم؟ یا کودک ما به مکتب است، مثلا نوجوان ما به مکتب است، ما میریم انواریاش آواز میکنیم، چیزی که هست نیست به هم میریزیم میپالیم، باز پس کلش هم به جایش میمانیم. ما باید به کودک خود بگیم دخترم یا بچم، ما امروز مثلا میخوایم دوربر خانه رو جمع کنم، انواری تا سیل میکنم، شاید یک چیز را پنهان کرده باشه، نخواهیم ما ببینیم. او چیز حتما چیز نیست که خطرناک باشه. بالاخره هر کسی برای خود یک حریم خصوصی داره. پس ما وقتی حریم خصوصی خود را دوست داریم، کودک ما هم حریم خصوصی خود را دوست داره. باید توجه بکنیم، دقت بکنیم. پس آنچه که خود ما می آموزیم، اول خود عمل کنیم، بعد بیاموزیم. اما متاسفانه ما میگیم شیطنت نکن، ولی خود ما میگیم که فلانی اینی که بگو فلانی، داریم شیطنت میکنیم. شیطنت منظور بازیگوشی نیست، اینی سخن یکی رو به دیگری رسانده. ما میگیم که پشت سر دیگران باید غیبت نکنی بچه، دختر خوب باش، بچه خوب باش. اما خود ما وقتی شدیم میگیم فلانی تخلاق بد داره تو راست. یعنی چی؟ پس گفتار ما این عمل ما نیست. چیزی را که می آموزیم باید اول خود عمل کنیم، بعد به دیگران. حالا حداقل اگر 100% نتونستیم عمل بکنیم، حداقل 90% عمل بکنیم، 80% عمل بکنیم، که اگر مشکلاتی بود کودک ما، نوجوان ما، جوان ما بگه خب مادر من قدر عمل کرد، ولی یک آنجاش اشتباه شد، پس ایره ما به اون عمل نکردنش نمانم. در قسمت بعدی سعی کنیم از کار خوب فرزندان خود قدردانی کنیم. متاسفانه مشکلاتی که در جامعه ماست، به خصوص در بین بعض خانواده های سنتی ما، میگیم یعنی چه قدردانی؟ وظیفش هست. دختر آمده مثلا از صبح خسته پاککاری کنه، کل کارا رو انجام داده، بچه مثلا رفته سودای بیرون آورده، کارهای بیرون نکرده، مثلا خمیر برده، آب گرفته، مثلا دیگه حالا این کارا رو کنه. من خوب وظیفش هست دیگه، در خانه او نکنه کی بکنه؟ تشکر کردن خیلی زیباست. خداوند عالم در آیات متعدد از بنده های خود تشکر میکنه. نمیگه که من بنده خدای تو سمست رو تشکر میکنم. میگه اگر این کار را کردی، این پاداشت است. اگر آمدی ای کسانی که ایمان آورین، یا ایها الذین آمنو و عملوا الصالحات، اگر کار نیکو کردی، تو خی ایمان داری، حالا کار نیکو هم بکن، پس چی کار میشه؟ تشکر ما از تو چیست؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار هم فیها خالدون. و اگر کار بدم بکنه بندش، تنبیهش میکنه، ولذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اگر کار بد کردی، نشانه های من رو تکذیب کردی، به دستورات من عمل نکردی، حالا من تو رو به آتش جهنم میبرم. عذاب عزیز با معذرت، فرصت خیلی کوتاه هست، در ظرف 1.5 دقیقه ان شاء الله جمع بندی شما رو بشنوید. و اگر ما بخوایم در چند جمله، در 3 جمله بخوایم تمام راهکارها را، پس انسان اگر میخواد فرزند صالح و صالحه تربیت بکنه، اول خودش صالح و صالحه باشه. بله. گپ دوم، دقت و تلاش داشته باشیم از کارهای خوب فرزندان خود به نحوی تقدیر کنیم، حتی به زبان، حتی به زبان، حالا اگه توفه نداریم به زبان خود. در مرحله سوم، آخرین مرحله، ما اگر میخواییم مادر خوب باشیم، باید همسر خوبم باشیم، چون گهگاهی الگودیهای بدی را میکنیم و واکنش های بدی را هم باز میگیریم. واقعا اگر میخواییم مادر خوب باشیم برای فرزندان خود، در بودی به اصطلاح عبادی، در بودی دینی، پس باید همسر خوبی هم برای شوهر خود باشیم.
که اگر این گونه باشیم انشالله خانه ما مستحکم و جامعه ما با سعادت میشه انشالله. تشکر میکنم شما خانم کاظمی عزیز، تشکر که دعوت منم سپاسگزارم از شما، از صحبتتون استفاده کردیم، موفق و معید بشید، خدا نگهدار.